درود عزیزانم، من یکم تب و لرز دارم اگر در حین خواندن این نوشته تازه‌ام سرفه کردم یا به هم پیچیدم صدام ناجور بود، ببخشایید. ما باید جمهوری اسلامی را واژگون کنیم. ما را چاره ای جز واژگونی این نظام نیست. چرایی و چگونگیش را گفتم، باز نیز میگویم. پیش از آن اما این بگویم که نگارش و واشکافی این واژگونی برای من بس دشوار بود. این دشواری از جنس سربریدن فرزند است به دست خیش. ما ناگزیریم گندلاتی را سر ببریم که 38 سال پیش خود به دست خیش از شکم جهالت جمعی من به در آوردیم و با فرش کردن همه هستی مردم ایران زیر پایش، زیر بال و پرش را گرفتیم تا بلندا بگیرد و بر و بازویی به هم بزند و سری در میان سرها در آورد. شوربختا که این گندلات تسبیح به دست عرقچین به سر چفیه به گردن قبه بردوش، امروز بلای جان ایران و ایرانی و مردمان منطقه شده است. بله، نوشتن این که باید جمهوری اسلامی واژگون شود مثل سربریدن فرزند برای من دشوار بود. اما چرا نباید یک زگیل چرکین و زشت را از بیخ برکند و ریشهش را سوزاند؟ بگذار دودمان محمد نوریزاد در این زگیل سوزی به طوفان بلا سپرده شود. واژگونی جمهوری اسلامی باید یکی از حتمی ترین و درخشان ترین و بایسته ترین آرزوهای ایرانی باشد، چرا که این واژگونی حتما به نفع روحانیان فهیم، حتما به نفع تشیع صلح طلب، به نفع پاسداران راستین، به نفع بسیجیان نیک کردار، به نفع خانواده های شهدا و جانبازان و آزادگان، به نفع مردم ورچروکیده ایران، به نفع کشور لهیده و پلاسیده ایران و به نفع منطقه و جهان و کل آیندگان است. چشم براهان این واژگونی به همه ما پلاسیدگان سر به اعماق ترس فرو برده التماس می کنند که آهای ایرانیان ورچروکیده، هرچه فکر و انرژی و سرمایه دارید خرج واژگونی این نظام کنید. من در این نوشته تلاش دارم یک به یک راه های واژگونی این نظام غیر ایرانی را وا بگویم. اما پیش از آن این بگویم، ملایان و سرداران ثابت کردند که علاقه ای به ایران و ایرانی ندارند و البته صد مطابق و مخالف همان علاقه نداشته را با مجاهدت بسیار برای اسلام و تشیع چفت بستند. افول ایران و کسالت ایرانیان از یک سوی و آشوب در منطقه از دیگر سوی نشانه ای از این علاقه نداشته به ایران و مجاهدت بسیار برای تشیع است. ایران در باور این جماعت تنها و تنها غنیمتی است که از هر سو باید دریدش و به دندانش کشید، که در این سالها هم ایرانیان با کله بر زمین سفت بی اعتباری فرود آمده اند و هم ایران دار و ندارش به تاراج ملایان و سرداران رفته. اینها که وامی گویم خزعبلی به اسم سیاه نمایی نیست. کافی است یک نگاهی به اندازه شعور و ایرانی بودن سردار قالیباف و حداد عادل و شیخ احمد جنتی و مجتبی خامنه ای و نمایندگان ترسیده مجلس بیاندازید تا در این واژگونی دیر هنگام با من هم سخن شوید. فرصت اینان در این آزمون 38 ساله به سر آمده
مراقبان سر جلسه امتحان به دانش آموزان چه میگویند؟ برگه ها بالا، وقت تمام است. به برگه های امتحانی این جماعت ولایی اگر نیک بنگریم میبینیم همگان اینان مستحق بالاترین نمره کاری و فکری و مردمی و ملی هم. تعجب میکنید؟ بله، بالاترین نمره در تخریب و تحقیر و نابودی ذخایر آبی و زیست محیطی و پولی و انسانی. به جوری که با اطمینان میشود گفت دشمنان اگر بر این کشور حاکم بودند هرگز به این میزان که ملایان و سرداران و چاکران ولایی ما را و آیندگان ما را به قهقرای پریشانی فرو فشرده اند نمی توانستند این کشور اساطیری و مردم مستعدش را به افسردگی مفرط در اندازند. با اطمینان میگویم این جماعت را مطلقا امکان اصلاح نیست. چرا این را میگویم؟ چون به این میماند که شما به یک دزد و آدمکش بگویید نفس نکش. ما اسیران به صف شده این جماعتیم. حزب کدام است؟ ما یک رسانه نداریم، یک منبر نداریم، یک دوره همی نداریم، یک نماینده نداریم، پول نداریم، آبرو نداریم. دیروزمان که رفت به حلقوم سیری ناپذیران بیت رهبری، امروزمان که سرشکن شد برای درهم کوفتن کشورهای دور و بر. ما با این روند آینده نیز نداریم. از همین اکنون می شود آیندگان ایرانی را دید که با کاسه ای در دست از این و آن یک مش زندگی را گدایی می کنند. راستی با همه نداری هایی که ما داریم و با همه امضاها و اختیارها و رسانه ها و پول و زندان و اسلحه ای که اهالی بیت رهبری دارند چه می شود کرد؟ باید روی چیزهایی سرمایه گذاری کنیم که ما داریم و آنها ندارند. مگر می شود؟ ما چه داریم که آنها ندارند؟ بله دوستان من، ما گنجهایی داریم که اهالی بیت رهبری از آن بی نصیبند، حتما و مطلقا. مثل چی؟ یکیش را بگو، یکیش را می گویم. ادب. با این اشاره که در میان ما ادب سر کوچه ها و محله ها معطل است که باید به خانهش بیاوریم. در بیت رهبری اما با دیوارهای بلند و بتونی راه را بر ادب بسته اند. مگر با ادب می شود نظامی را که استوانه‌های هویتیش بر سعید مرتضوی ها و سعید طوسی ها استوار است واژگون کرد؟ بله، چرا که نه. خواهم گفت نیز این بگویم که در یک قلم ما مردم داریم و آنها نه. ما حزب با ادبان را تشکیل می دهیم. این حزب با هر اسمی مرامنامه ای دارد که اصل و اساسش بر ادب استوار است. ما این مرامنامه را می نویسیم و از همه ایرانیان یارگیری می کنیم. هرچه اهالی بیت رهبری فحاش و تند خوب و آدم کش و مال مردم خارند، ما اما خوشروی و نیکندیش و با ادبیم. در مسیر این با ادبی ما نقش بازی نخواهیم کرد، بل با ادبی خمیره شخصیت ما خواهد شد. جوری که هر کس از دور به ما بنگرد از ادب جاری ما حال بگیرد و از ما ادب بیاموزد. ادب هم به این نیست که ما با تبسمی هماره نیکو سخن بگوییم. در این مرام نامه ما آداب انسانی زیستن را دست به دست می کنیم، از آداب عشق ورزیدن به هم دیگر و به مردمان جهان تا آداب پاسداری از تهمانده دارایی های سرزمینمان و حتی آداب درست جنگیدن، با این تفاوت که جنگ ما تنها و تنها در دفاع از کشورمان خواهد بود و هیچ نیز کاری به این نخواهیم داشت که در نیجریه شیخ مرتضی زکزاکی چشم به راه پول و اسلحه ماست تا چند تا شیعه در آنجا برای ما دست و پا بکند. و مهمتر این که اعضا به محض پوشیدن لباس بی ادبی از گردونه ما خارج می شوند یا فرصتی برای ترمیم پیدا می کنند. اعضای حزب ما آنقدر فراوانی دارند
که در هیچ ساختمان و هیچ برج بلندی جا نمی شود. پس کجا هم دیگر را ببینیم و دور هم جمع شویم؟ جای جمع شدنهای ما خانه های ما است. اگر می شود، بله، چرا که نه. پیش از آن اما بگویم مرامنامه حزب ما ایرانی شده اعلامیه جهانی حقوق بشر است. بند این بیانیه و اعلامیه را مطالعه کنید. باشد. جمعیت ما بسیار فراوان است اما پراکنده و دور از هم. در کنار همیم اما دور از هم. علت اصلی این پراکندگی مفرد نیست، ترس و معیشت است. ما به چشم خود میبینیم که بیت رهبری دست به جیب من برده و از پول ما و از گوشت تن ما بر میدارد. اما نه که میترسیم، با این پول روبی و گوشت روبی کنار آمده ایم. یک جور همزیستی با ترس به خاطر چیزکی به اسم زندگی. بهتر بگویم هر یک از ما را به یک جزیره دور پرتاب کردن تا از تنهایی فرسوده شویم و دق کنیم. ما تک به تک این جزیره های تنهایی را شناسایی و پیدا می کنیم و همه را به یک مجمع الجزایر انسانی بدل می کنیم. می گردیم و با ادبان را پیدا می کنیم و با آنان دوست و همراه می شویم. آنچه که ما را به هم پیوند می زند رهایی سرزمینمان از شر آن ملاها و آیت الله‌ها و قبه‌دارانی است که در این 38 سال همین نشان داده اند هیچ نسبتی با ایران ایرانی ندارند. بعدش استقرار آداب خوب زندگی کردن. در این راه ما با همین ادب انسانیمان به زیر قلعه بلند و پوک قاصبان آب می‌بندیم و به تماشای فرو ریختنش ثانیه شماری می‌کنیم. گرچه در این راه از ترفندها و نابکاری‌های داخلی و خارجی نیز غافل نخواهیم بود. پیروزی ما در یک صدایی است. شاید بیش از 5-6 میلیون ایرانی در خارج از کشورند که در کل می‌شود گفت با همه رنج‌هایی که تحمل می‌کنند اما چشم دیدن هم دیگر را ندارند. مأموران اطلاعات و سپاه برای از هم گسستن این پتانسیل باشکوه بسیار زحمت کشیده و پول خرج کردند. هموطنان ما چرا نباید یکی شوند؟ کاری که آنها در خارج از کشور می توانند ساماندهی بکنند در داخل از ما ساخته نیست. آنان به مجامع بین المللی و حقوق بشری دسترسی دارند. به رسانه‌های جهانی نیز در خارج از کشور هموطنان ما می توانند در اجتماعی یک صدا و میلیونی بلندگوی خواسته ها و آرزوهای ایرانیان باشند، تنها به شرطی که قدر تک تک همدیگر را بدانند و از این تفرقه و پریشانی بزرگ بدر شوند و به خاطر وطنی که دریده می شود اختلاف ها را کنار بگذارند. در داخل اما این اختلاف ها وسیع تر و عمیق تر است. با این همه اما آن تک جزیره های با ادب باید بگردند و همسایه های مرامی خود را پیدا کنند. از کجا شروع کنیم؟ پاسخ: هم شروع و هم پایان کار ما فضای مجازی است فعلا. گرچه اگر وقتش که برسد هم دیگر را خبر می کنیم و چون سیل روان می شویم. راه پیماییه چند میلیونی و با شکوه با ادبان چه در خارج از کشور و چه در داخل تماشایی خواهد بود. در این میان اصلاح طلبان و اصولگرایان چه می شوند؟ در حزب ما همه می توانند عضو شوند بیان که برای عضویت در حزب با ادبان دفتر و دستکی آشکار باشد. همه حتی اصولگرایان و حوزویان و بسیجیان و سرداران و بازجوهای با ادب نیز می توانند از همان جزیره تنهایی خیش به مجمع الجزایر با ادبان وصل شوند. شرط عضویت در حزب ما با ادب بودن و پایبندی اعضا به اصول انسانی است. ما انرژی های پراکنده من را برای فوران آن سیل آخر الزمانی برای جارو کردن این نظام زشت کار به هم خواهیم پیوست. ما براحتی در همین فضای مجازی
جمعیت با ادب خود را از بی ادبان ولایی غربال خواهیم کرد و راه تنفسشان را بند خواهیم آورد. خط قرمز ما اما اصول انسانی است. اگر خط قرمز بیت رهبری به اسم ولایت، ایران خاری و کشت و کشتار و آشوب در منطقه است، خط قرمز ما پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی است. در حزب ما با ادبان همان گونه برای دیگران حق خواهی می کنند که برای خودشان. در حزب با ادبان نجس خواندن بهائیان یک جرم آشکار است و ما آنقدر بر درستی و اخلاق و پسندیدگی و خردمندی و اصول انسانی پافشاری می کنیم که دیگران از دور که به ما می نگرند از تماشای جریان ادب در کشورمان و حتی در سیاست خارجیمان به وجد آیند و در پوست نگنجند و ما را با انگشت نشان هم بدهند که مردمی با ادب اگر می خواهید این ایرانیان. در آینده ایران مردم ادب را جایگزین شقاوت‌های مذهبی می کنند. ایرانیان به تناسب دارایی‌های تخصصی و ادب و اخلاق و درستکاریشان برکشیده می شوند و بها می یابند. تماشای این که یک روز مردمان با ادب کشورمان داستان رهبر مذهبی و شورای نگهبان مذهبی و مجلس خبرگان مذهبی و سپاه مذهبی و دستگاه قضایی مذهبی و نمایندگان مذهبی را به بایگانی حوادث خونین این کشور سپردند و مثلا در یک شکوه انتخاباتی بانوی چون نسرین ستوده را به ریاست جمهوری ایران برگزیده اند که می تواند شوق‌انگیز باشد. از کجا شروع کنیم؟ از خودمان که با ادب باشیم و در گام نخست کینه ها و ناپسندی ها و بد اخلاقی ها و زشت گویی ها را از ذهن و زبانمان دور کنیم. هرگاه کنار گذاردن کینه ها و بد اخلاقی ها برای من دشوار شد، کشورمان را به یاد آوریم که از پی ما می دود و التماس من می کند برای رهایی من از چنگ این بختک های ایران خار به هر بهانه با هم دوست شوید. و چه بهانه ای عمیق‌تر و درست‌تر از رهایی ایران. در دیگر گام سهم خواهی ها را فراموش کنیم. نگوییم سهم مرا مشخص کنید تا پای در میان نهم. برای رهایی کشورمان بسیاری از عزیزان ما به خاک افتادند. اصرار به سهم خواهی درست همان است که برادران ولایی چشم به راهش هستند تا هم ما را به خاک اندازند و هم بر درخت خشکیده بقای خود آب افشانند. این نوشته ادامه دارد. محمد نوریزاد، 1 دی ماه 96، تهران.